سر خیلی خوش اومدی و ضمن تبریک روز جهانی زن به تو، فکر میکنی هوش مصنوعی از تبعیض جنسیتی مسونه یا ممکنه ما یه ورژن زن ستیز یا حتی مرد ستیز هوش مصنوعی رو در آینده باهاش مواجه شیم؟ ممنون. بله، متاسفانه ممکنه. ما بحث در زمینه هوش مصنوعی داریم که بهش میگیم اخلاق در هوش مصنوعی، و اون در واقع داره به این اشاره داره که چطوری بحث جنسیت، بحث اقلیت ها، همه اینها بررسی میشه برای یک تصمیم گیری بی‌طرف. ما مثلا یه مثال اگه بخوام بگم، اگر اون دیتایی که استفاده میشه برای، حالا فرض کنیم یک شرکتی که میخواد یک نفر رو در زمینه آی‌تی استخدام بکنه، خب بیشتر مدیران در زمینه آی‌تی مرد هستن، ممکن هستش که تعداد دیتایی که اون داره بیشتر باشه، و از طرفی وقتی تعداد مدیران مرد بیشتر هستن، خب مدیران موفق مرد هم بیشتر هستن به نسبت زنها. حالا اگر این الگوریتم قرار باشه عامل جنسیت رو در نظر بگیره، وقتی که دو تا کاندید داریم با مثلا بک‌گراند مشابه، خب طبعا به طرف کاندید مرد میره. از طرف دیگه در بحث‌های حقوقی و بحث‌های مثلا مثل خشونت خانگی و دعوای حالا بین زن و مرد، اگر قرار باشه که باز دوباره بحث جنسیت بدون در نظر گرفتن هیچ اوییدنس دیگه در وهله اول در نظر گرفته باشه، متاسفانه باز دوباره مردها ممکنه متهم بشن. برای همین هستش که تلاش زیادی میشه اون دیتایی که استفاده میشه برای تمرین دادن هوش مصنوعی نه تنها وسیع باشه، بلکه هم تعادل داشته باشه و هم دایورسیتی زیادی داشته باشه، یعنی از تمام گروه‌های مختلف ما یک سمپل داشته باشیم برای اینکه بتونیم تصمیم گیری درستری داشته باشیم، مخصوصا وقتی که از حوزه حالا مهندسی یکم خارج میشیم به حوزه پزشکی میرسیم و تمام شاخه‌های علوم انسانی. خب بس اساسا وقتیه که یه جاهایی ما پای قانون و حقوق و یه سری مسائل دیگر رو وارد میکنیم. مثلا من میدونم که تو همین آمریکا یه پروژه برای یاریگیری هوش مصنوعی تو سیستم قضایی وجود داره و در جریانه، درست با محوریت بر همین امر که تبعیضای احتمالی تو دادگستری و سیستم عدالت رو مرتفع کنه. آیا هوش مصنوعی میتونه به تعدیل بی‌طرفی و تصحیح در فرآیند قضایی منجر بشه؟ ببینید، این خیلی مثال خوبی هست، چون در 3-4 شاخه این رو دارن اجرا میکنن. یکی این هستش که اگر دیتای درستی به مدل هوش مصنوعی داده باشن، اون میتونه بر اساس شخصی سازی بر اساس افراد بیاد ریسک این که هر فردی چقدر احتمال این وجود داره که یک جرم رو انجام بده رو تخمین بزنه. وقتی شما در دید بزرگتر همچین تخمینی از افراد دارین، مناطق جرم خیز رو میتونین در کشور پیدا بکنین، و این کمک میکنه که هم پیشگیری بکنین به نوعی از اون حالا جرم هایی که ممکن هست اتفاق بیفته، و از طرف دیگه منابع انسانی، منابع قضایی به شکل درستری تقسیم بشه در سراسر کشور. اما اساس این یک چیز هست: بی‌طرفی در تصمیم گیری. یه مثال ببینین، فرض کنین که یک دوربینی که حالا هوش مصنوعی داره استفاده میکنه در یک فروشگاه گذاشتن برای اینکه ببینه 10 نفر آدمی که در این فروشگاه هستن چه کسی در ریسکی رو داره که از این فروشگاه دزدی بکنه. وقتی که بی‌طرفانه ما نگاه میکنیم، جواب هست همه افراد. ولی وقتی که به تصمیم گیری انسانی میرسه، اگر یک گارد حالا یا یه نگهبان اونجا باشه، هر کدوم از ما به خاطر حالا ویژگی های انسانی که داریم میایم بر اساس حالا رنگ، جنسیت، سن، ظاهر، بر اساس اونها یه تخمینی تو ذهنمون میزنیم و حواسمون احتمالاً به 1-2 نفر پرت میشه. ولی وقتی هوش مصنوعی میخواد، وقتی که تبعیض نداره، در دیتایی که تمرین داده شده تصمیم بگیره، همه رو به یک شکل، به یک اندازه در ریسک دزدی میبینه، تا زمانی که بک‌گراند و دیتای کافی از هر کدوم اون افراد داشته باشه و بعد بر اساس اون تخمینش رو بهتر بکنه.